شانوزا کومل زودا ژورنالیست شنوخته توجک در صحیفهش در فیسبوک خبر داد که مروفیه دادگویی دو جوانی که روز 19 دکابر سال 2021 در مرکز دوشنبه دختر نوبالغ او ممتاز و یک دوگانه‌اش را آزار و تحقیر دادند به پایان رسیده است. عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای قربونوف کرامت الله ملقب به کرام سال تولدش 2001 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه احمد دانش 3 سال و 6 ماه زندان و برای شریک او ناصروف معروف سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه تپه‌های شرقی بر اساس قسم دویم ماده 237 به اوباشی عیبدار می شدند 3 سال زندان طلب کرد، ولی ممتاز و دوگانش از دادرس خواستند که آنها را زندانی نکنند. آنها گفتند هر وقت با دو کودک خرسول به مروفیه آمدن همسر یکی از این جوانها را می دیدند دلشان ریش می شد و به حال کودکان می سوخت که اگر این جوانان را زندانی کنند آنها بی پدر چه خواهند کرد. درد بی پدری برای ممتاز که پدرش به هرین قنوات سال 2020 جوان مرگ شد خیلی آشناست. در نتیجه به حکم دادگاه کرامت الله قربانوف و معروف ناصروف شرطن محکوم شده باید همچنین به کارهای جمعیتی جلب شده هر کدام 6400 سومانی جریمه نیز بسپارند. شهرنوزا کاملزاده میگوید که او و مادر دوگانه ممتاز از این تصمیم فرزندان خود حمایت کردند. این دو جوان روز 19 دکابر در کوچه میرزا ترسونزاده پایتخت با دختر نابالغ از جمله دختر 15 ساله ژورنالیست شهرنوزا کاملزاده و ابیره استاد مومن قنوات با بهانه رنگ کردن موی سرشان و رویمال نداشتند در افتادند. هر دو را علکی صبح 20 دکابر از خانه‌هایشان دستگیر کردند. میلیسیای دوشنبه در شهر اودیسا گفت ضمن سنجش اودیسا معین کرده شد که تخمیناً ساعت‌های 15:40 دقیقه صحنه 19 دکابر در کوچه میرزا ترسونزاده روبروی مهمانخانه گراند اتل قرار داشتن دو دختر نابالغ جوان پسران دستگیر شده پیدا گردیده. نخست دختران را به سبب رنگ کردن موی سر و نداشتن ستر و رویمال مورد دستان قرار دادند. سپس بعد آنکه دختران با تلفن کردارهای ضد حقوقی جوان پسران را ثبت کردنی می شوند بازداشت شده ها تلفن را شکسته با مقصد اوباشی یعنی دغلانه ویران نمودن ترتیبات جمعیتی که در آن به احترامی نسبت به جمعیت ظاهر می گردد و باعث استفاده زوراوری نابالغان را مورد لطکوب و آزار جسمانی قرار دادند. بسیاری ها در شبکه‌های اجتماعی به ممتاز و دوگانش برای چنین بزرگی نشان دادند و به خاطر فرزندان خردسالشان بخشیدن آن دو جوان تحسین خواندند.